ز غم درد یتیم وای که قلم پر رنگ است، ز غم درد یتیم وای که قلم پر رنگ است، این چی رنگ است که نوشتار در ورق سرخ رنگ است. قسم به اشک الفبای دو چشمان یتیم، قسم به اشک الفبای دو چشمان یتیم، شهادت و خون شهید با دشمنان در جنگ است. نویسم درد وطن غم دل مادر زار، نویسم درد وطن غم دل مادر زار، شادی و میر و صفا در خانه ها بیرنگ است. باروت و انتحار در کوچه ها و شهر دی، باروت و انتحار در کوچه ها و شهر دی، آسمان گریه کنان و همه جا شب رنگ است. قلم من نویس و نویس و بنویس نفرین ها، قلم من نویس و نویس و بنویس نفرین ها، به مزدوران اجنبی که به ما یک ننگ است. من چی گویم ز دشمنان قسم خورده ای تو، من چی گویم ز دشمنان قسم خورده ای تو، زرغون هاشنا به درد وطن دلتنگ است. سلامی بسیار عالی، بینندگان عزیز و هموطنان گرامی، سلام و عرض ادب دارم به شما. خرسند هستم که باز هم من با همکار محترم صمد کارمند با پیشکش دهمین برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار مهمان گرم خانه های شما هستیم. برنامه رنگین است و رنگین کمان، هم از بخش های ادبی، سیاسی و اجتماعی. مانند برنامه قبلی ما را همراهی بکنین و جا داره که از تک تک شما به خاطر حمایت و کامنت ها و لایک هایتان که در صفحات اجتماعی ما داشتین ابراز امتنان بکنم. با ما باشید. سرزمین من، سال هاست در دود و آتشی، زخم خوردی، ساختی، سوختی. سال هاست کسی در غم تو نیست، هر که آمد نیش زد زخمت را تازه کرد، زن و مرد تو را با آتش نشان. کودکان و نوجوانان تو را با غم و اندوه بزرگ کردن، تو را به زنجیر اسارت بستن. سرزمین من، در گروه وطن فروشان اسیر شدی، با همه شکوه و جلالت شکستی و ویران شدی. کسی بر زخمای تو مرهم نگذاشت، کسی تو را غمخوار نیست. دل جانم فدای تو میهن، قلبم را توان بیشتر تپیدن ز ویرانی تو نیست. بینندگان عزیز دریچه بهار، ما هم به نوبه خود عرض ادب احترام به شما دارم. آرزو دارم که تا آخر برنامه با ما باشین. همونطور که همکار عزیزم بانووری عزیز گفتن، ما با پیشکش نمودن بخشای متنوع برنامه دهم دریچه بهار در خدمت شما قرار داریم. آرزو داریم با نظریات سودمندتان، با پیشنهاداتتان، با ایرادهایتان و با همکاری و همدلیتان با دریچه بهار باشین، زیرا دریچه بهار برنامه خود شما هست و در خدمت شما هست. خانم وری عزیز، چی داریم در برنامه دهم دریچه بهار؟ لیبه سو شوا ام سو شواغن هم هند دیه های تگن زندونگ کام تاین سوزم انفسونگ هفتود فیلندنگ. نخست توجه شما را به بخش سیمای مهاجر، گزارش بیجا شدگان و مهاجران ولایت کندز در کابل و رویدادهای اخیر مهاجران در اروپا، موسیقی دلنشین را فراموش نکنید. بخش دوم، لحظه با هنرمند، در این بخش مصاحبه با بکتاش سعید، هنرمند محبوب کشور را تماشا خواهید کرد و موسیقی و آهنگ لایف شان را تماشا نمایید. دیدگاه شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در مورد برنامه اروپایی دریچه بهار. در بخش گفتمان، ویژه برنامه انتخابات پارلمانی 1397 با کاندیدای پارلمان از ولایت کابل زرغونه ولی، میانه موسیقی و اعلانات را فراموش نکنید. ادامه را با بخش دوم گفتمان
پروسه صلح و جنگ در افغانستان، عواقب و پس منظر آن. بعد از شنیدن ترانه میهنی، شما را به تماشای برنامه دلنشین فرهنگ و ادبیات دعوت می نماییم که در این بخش برنامه دو تن از شخصیت‌های فرهنگی کشور، استاد ادبیات دری محترم واصف باختری و شخصیت فرهنگی سیاسی اجتماعی کشور مرحوم تاج محمد فعال را که چند قبل به ابدیت پیوست و معرفی می‌گیریم. در لابلای آن مطالب ادبی و موسیقی را فراموش نکنید. در اخیر هم ترجمه برنامه امروز ما به زبان آلمانی. با ما باشید. تشکر. تشکر خانم ولی عزیز. من فکر میکنم که مسئولین دریچه بهار و تیم کاری ما شما در این مدت زحمات فراوان کشیدن. یک مدت ما بنابرای مسئولیت هایی که شما داشتیم در افغانستان نتانستیم برنامه را به موقع بر بیندگان عزیز دریچه بهار ارائه کنیم. امیدوار هستم که برنامه امروز که واقعا با پشتکار تیم کاری ما، هیئت رهبری و مسئولین دریچه بهار آماده شده، مورد پسند شما قرار بگیره. با ما باشین با بخشای برنامه دریچه بهار. و حال توجه شما را به برنامه سیمای ماجر جلب می نماییم. تشکر. بینندگان برنامه اروپایی دریچه بهار، عرض ادب و احترام خدمت شما دارم. باز هم شما بیننده بخش سیمای مهاجر از برنامه اروپایی دریچه بهار هستید. سلام و ادب دارم به شما. خوشحال هستم که باز هم با بخش از برنامه ما که به نام سیمای مهاجر است در خدمت شما هستان قرار داریم. جوان 15 ساله‌ای که در خواست مهاجرت تجربه بکنه و کشور خود ترک بکنه، نشته میکنه، میگه که قایق غرق شد، قلب من در اشتیاق اروپا سرد شد. یا در جای دیگه میگه که جهان خوابیده، ما تنها بیداریم، گرسنه و تشنه. بله بیننده عزیز، مهاجرت واژه‌ای است که این روزها زیاد به گوش ما میخورد و حتی شاید گاهی از دشواری های زندگی روزمره خسته شده و با آن فکر میکنیم. در 50 سال اخیر در جهان شمار مهاجران افزایش یافته و روز به روز همه بیشتر میشود. با افزایش درخواست برای مهاجرت، شرایط پذیرش کشورها نیز دشوارتر شده و این مسیر روز به روز پیچیده تر میگردد. مهاجرت یا کوچ به معنای جابجایی مردم از مکانی به مکان دیگر برای کار یا زندگی هست. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد که در کشور خود دارند، مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت میکنند. دلیل دوم هم میتونه مهاجرت ها مسائل مربوط به بهداشتی، آموزش و مسکن و درآمدهای خانواده ها باشند. ما با همه امیدواری از این که ما بتانیم بخش از زندگی مهاجرت چی در داخل افغانستان و چی از خارج از افغانستان انعکاس بدیم، در برنامه امشب سیمای مهاجر در خدمت شما قرار داریم. خانم ولی عزیز، ما در بخش برنامه امشب فکر میکنم که یک گزارش مفصل داریم یا گزارش همه جانبه داریم که شما خودتون از نزدیک شاهد بودین، از بیجا شدگانی که از ولایت کندوز به کابل آمدن و خانم ولی وقتی که در کابل بودن و وقتی که در پروسه انتخابات قرار داشتن، اونجا از نزدیک دیدن که ما گزارش از اونها رو خواهد شنیدیم و همچنان فیلم های کوتاه از مهاجرینی که در اونجا قرار دارن و زندگیشون هست که اختیار ما قرار گرفته، اونها انعکاس خواهد دادیم. همچنان ما یک مکس کوتاه خواهد کردیم دوستای عزیز در مورد مهاجرت های جدیدی که پیش بینی میشه پس از رویکردهای سیاسی که در افغانستان وجود داره و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که در این پروسه هم وجود ممکن مهاجرت‌های صورت بگیره، و همچنان یک مکس کوتاه داریم در مورد قانون مهاجرت، قانون جدید مهاجرت در آلمان که
در اخیر سال 2018 از جانب کابینه آلمان به تصویب رسید و به پارلمان آلمان فرستاده شد. و همچنان در پایان ما یک خبر کوتاهی داریم از یک نهاد در کابل و همچنان اعتراضی شورای مهاجرین افغان‌ها در بریمن در مورد حوادث اخیر هموطنان ما که را هم پیشکش خود کردیم. و در پایان موسیقی داریم از یک هنرمند ایرانی به نام سروش کریمی که یک با صدای گیرای خود یک آهنگ بسیار جالب به آدرس و یا خطاب به مهاجرین ارائه کردن. بله دوست عزیز، ما همونطور که عرض کردم به شما در بخش سیمای مهاجر ما صحبتهایی را داریم با خانم ولی که اونا یک گزارش ترتیب دادن. خانم ولی عزیز بفرمایید، شما که خود از نزدیک دیدین مطلبی را تهیه کردین در مورد مهاجرین کندوز به کابل، کامرد خدمت شماست و بینندگان عزیز بفرمایید. تشکر هست شما. واقعا جوان 15 ساله دردای خود ابراز داشته بود، درد مهاجرت بیشتر است. شما هم بسیار عالی و احساس خواندین. مهاجرین واقعا دردای بیشتر دارد، چی در داخل افغانستان چی در خارج از افغانستان. بله. ولی در داخل افغانستان بیشتر است که من بعضی صحنه ها را به چشم سر دیدم که واقعا دردناک است. بله. و ایره من اینجا نوشتم برای هموطنان عزیز جهت حمایت از این هموطنان ما که در کابل هستند. اینا بیجا شدند. خواهش میکنم که از کوچکترین امکانات خود استفاده نمایند و اینا را کمک بکنند. بله. مهاجران کندوز در شهر کابل در قسمت قصبه. کابل که دیگر شهر بیشتر شهر فقیران است، کابل که دیگر شهر دردها، شهر قصه های نامیمون، شهر چور و چپاول، شهر معتادانش که بیشتر در سرک ها خوابیده هند. کابل شهر ناهم که شبگیرها در شب تاریک صدها تن مردم بیگناه را می کشند. شهر مهاجران بیجا شده و بالاخره شهر خون انتحار. کوچه ها را قدم قدم زیر و زبر کردم تا دست کمک به مظلومان وطن باشم که گوشه از این شهر را به کوتاهی های کلام به تفسیر می گیرم. در ایام سفر سر زدم به کلبه های ویرانه ای که از عقلم دور بود. اطفال را در مغاره های کمون حوالیه در فقر و گرسنگی دیدم. در کلبه ویرانه که سقفش از پارچه های کثیف تکیه سوراخ سوراخ و فرسوده بود. انسان هایی که به خوردن غذا نداشتند، حتی لقمنان خشک. اطفالی که برهنه بودند و مریض، ولی در آن سوی جاده هایش که ساختمان های مفشن با برق های رنگارنگ و مجلل هاراسته شده است. و چند قدم دورتر کوچه ای که سه پوسته اهمیتی با تعمیر مجلل قصر گونه جاده را جهت امنیت دولت مردان که از خون این اطفال شکم گرسنه در امنیت و لذت هستند توسط افراد مسلح کنترل و دخول شدن مردم عام در این سرک ها ممنوع کردند. کابل شهری که دو آسمان دارد، یک آسمان مجلل و پرسیاره و دیگر ابرهالود و تاریک. تاریکی ها را معمولا مردمانش ماجر و بیجا شدگان و مردمان فقیر و بیکار، مریض و بیسواد، معتاد مواد مخدر هستند. ولی آن سوی جاده همه شکم سیر، پولدار، واسطه دار و در همیت هستند. دیدن چنین هموطنان جنگ زدن در این روز برایم دردآور بود. ولی آنان با دیدن من چشمانشان از خوشی برق می زد، گویی فرشته نجات نزد آنان آمده و می خواند آنان را کمک کنند. زیر سقف جمع شدند و با علاقمندی شنیدند از دردها، از شهدا، از مریضا داستانهای جنگ را قصه سر دادند. به مجرد که فهمیدند من کاندیدای ولایت کابل به ولسی جرگه هستم، بیشتر از من انتظار کمک و همراهی داشتند. من به لست نویسی که چگونه بتوانم آنان را کمک کنم پرداختم. تا حدود توان کمک ناچیز را انجام دادم. ولی سوال کردم مسئول شما کیست؟ شخص به نام انجینیر که خود هم از بیجا شدگان با مهربانی گفت من هستم. که اسمش را فراموش کردم. ما مدت است که بنابر
جنگ کندز امان خانه و کاشانه را رها کرده کابل آمدیم. اینجا هم امکانات نیست و ما به بسیار درد و ناچوری شب روز و روز را شب با مشتهای اولادهای گرسنه سحر میکنیم. و گفتند وکیل صاحب اگر امکانات باشد ما را کمک کنید که طاقت ما به سر رسیده. گوشه دیدم که بانوی جوان نشسته و آرام گوش دارد. سوال کردم بانو من را شما همکاری کنید؟ بالای این مظلومایی که توتنان ندارند مردم تجارت میکند. بیایید از من حمایت بکنید تا صدای شما شوم تا این زخما را برایتان مرهم باشم. سروده هم را به خوانش گرفتم. گوشه دیگری دیدم بانوی با اخزننهای گریه صدا را بلند کرد و گفت من فارسی نمیدانم، شوهرم محتاط شده است و من با 3 طفل در خانه ماندم. این همسایه ها من را حمایت می کنند. من از افغان هایی که در پاکستان بزرگ شده هستند از آن جمله می باشم. اگر من را کمک کنید که من ایسی یک ماجر دولت برایم توجه نماید. این روزها که بیشتر خانم ها و اطفال دور هم حلقه زده بودند، عشق در چشمانم جاری بود و قلبم به خونخواران مردم و مافیای قدرت نفرین می فرست و تلاش می نمودم تا برای این هاوارگان خدمت انجام بدم که متاسفانه دروازه را باز ندیدم. همه در همه به شمول دروازه ملل متحد حقوق بشر در کشور ما بروی این طبقه مظلوم بسته بود و راه نجات را برایشان نیافتم و این کوه غم بزرگ را با خود آلمان آوردم تا بتوانم با نشر این مطلب از افغانهای مقیم خارج و نهادهای بین المللی طلب کمک شوم تا این نسل جنگ زده و بدبخت را تا اندازه کمک کرده باشیم. از شما هموطنان عزیز خواهشمندم که این مظلومان کشور را حمایت کنید که عضو بدن ماست، بی جا نخواهد بود. از یک طرف دین وطنی تان را ادا می نمایید، از جانب دیگر قطره ها به حیات در زمستان سرد کابل به گلوی آنان خواهد چکانید و آنان را از دام مرگ نجات خواهد داد. تشکر از شما. تشکر از شما که خواستین از نزدیک با وجودی که امکانات کمتر بود برای دیدار مهاجرین رفتین، مهاجرین دیدین و امیدوار هستم که بینندگان عزیز دریچه بهار همونطور که شما پیام دادین مورد حمایتشان قرار بگیره و با کمک‌های مالی و اقتصادی خود حمایت بکنن از مهاجرینی که در نتیجه جنگ‌های افغانستان بی‌جا شدن. ما هم بینندگان عزیز یک 2 فیلم کوتاهی داریم در مورد همین مهاجرین که توجه شما را به دیدن از او جلب میکنیم. خوب است پسر، خوب است. آه زنده باشی. خواهی اولاد که خودت هست؟ بله یا خودم هست. چند اولاد داری؟ 8 اولاد دارم. خب چند تاش دختر هست؟ چند تاش بچه؟ 6 تاش دختر هست، 5 تا کش بچه هست. خب شوهر چی کار میکنه؟ بیکار هست، مریض هست، در خانه هست. خب بازی خوراک و پوشاک و چیزایی تان از کجا میکنه؟ این دستگاه بچه میره یا بلایسی فروشی میکنه یا یایی داره خستگاه اگر شان آورد. بچه کلان تمیز؟ بله آمی بچه کلان مسته، اون نگاه کش بچه خسرک مسته. خب دیگه امقدر چند سال میشه که مهاجر بودی؟ این 3 سال شد، 2.5 سال شد. از کجا مهاجر هستی؟ از چی میگم؟ تگاو. خب باز کسی که کمک کرده برتون نقدر وقتی که مهاجر بودی؟ کسی کمک از طرف دولت یا کسی؟ نه خیر، همین سال اول که آمدیم یک که کمک که بندگه رفتن تا آمریکا. کی کمک کرده بود از طرف کی؟ دیگه نفهمیدم پورا کی کرده بود کمک. خب از دولت چی میخوایی؟ از دولت تا میخوایش دارم که اگر توجهشان رو سر ما جلب کنن، اگر کمک کنن خانه به تند ما را مازی خانه کرایی برای مینی خانه ماست، این بینی حالت روز هست نام لای گی مویش چیز فریمان است. خب نام لای است نیا که کار میکنه هر قشال غم میارن زردک میارن مود پخته میکنیم میخوریم دیگه چیز نیست. خب خدا میرمان است. آدی چی کار میکنی؟ سلام علیکم خاله جان، خوب هستی؟ خوب هستی؟
آه زنده باشی، خدا خوب است. شکر زنده باشی. فضل خدا، خدا چطور هستی؟ خدا دی خانه کششتی خاله کراشتی گروی از خودت است؟ کرا کرا. خدا من آدم بود خواه باز امی رئیس فامیل دیگه خودت هستی، خود ناناور خانه خودت هستی، چی کار میکنی خودت؟ دیگه خیاطی، اگه کونه دوزی، نو دوزی خواه خیاطی، او هم نظرم نمی آید. خواه با سیداد فامیلتان چند نفر است؟ 8 نفر. خواه هفت نفر. نگه خوراک و پوشاک و چیزایتان از کجا میکنی؟ چطور میکنی؟ به احتیاجی دیگه. بسیار سختی. یکام همسایه، یکام نفر، یکام کمک. چند سال میشه که مهاجر شدی اینجا؟ هفت سال شد. خب. از کجا مهاجر شدی؟ از طرف پل خمری بوده. کسی بازم قدر وقتی که مهاجر بودی کسی کدت خدمت کمک کرد برات یا کدام خدمت چیزی برات کرد؟ نه نه کسی کمک نمیکنه. تو یک سب هم پیاد آمدیم از او باد موتر آمدیم موتر هم خدایی آورد ما را. نه حال چی میخوایی از دولت چی برد بده؟ دولت دیگه هزار دفعه خب عکسای ما را گرفت ما را چی کرد سروه کرد ای چیزی را ندیدیم باش که حال چی میگی؟ بیا خدا میره بانست بینندگان عزیز، امیدوار هستم فیلم را که از مهاجرین قصبه در کابل ترتیب کرده بودیم و بر شما پیشکش کردیم، امیدوار هستم این فیلم دیده همراهی و حمایت تانه ابراز بدارین و حال توجه شما را به ادامه این برنامه جلب میکنیم. همکار عزیز تشکر از شما خانواری عزیز. ما یک خبری را به دست آوردیم که پس از اینکه پرزیدنت ترامپ اعلان کردند که نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنند، گویا مهاجرت های دوباره از افغانستان به کشورهای ایران و پاکستان شروع میشه. نشی خبر به ایمان نیست که ما تایید کنیم از بیرون رفتن افغانای ما به خارج افغانستان، ولی ما میخواییم بیان بکنیم که اونایی که سالهای سال جنگ در افغانستان اداره و رهبری کردن امروز باز هم میخواین گویا جایگاه برای مهاجرین باشن و به این ترتیب در جنگ افغانستان هم با بیرون کردن افغانها از افغانستان بیشتر دامن دارد. خبری که ما به دست آوردیم پیشکش شما میکنیم. دیپلمات های خارجی مقیم کابل گفتند که کشورهای همسایه افغانستان نگرانند که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از این کشور با موج تازه از مهاجرت افغانها مواجه شوند. آنها از آمادگی این کشورها در این رابطه خبر دادند. دیپلمات‌های کشورهای همسایه افغانستان مقیم در کابل بر رویتر گفتند که در حال تجدید نظر روی پالیسی‌های خود می باشند و در سرحدات کشورهایشان با افغانستان تدابیر بیشتر اتخاذ می کنند. آنها نگران خروج بحران‌زای نیروهای آمریکایی از افغانستان می باشند و در این مورد با مقامات آمریکایی نیز صحبت کردند. یک دیپلمات بلندپایه آسیایی در کابل بر رویتر گفته است در این مرحله درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضاحت وجود ندارد، اما ما باید یک پلان واضح و دقیق آماده داشته باشیم. این دیپلمات افزوده است وضعیت می تواند خیلی زود از حالت بد به بدتر تبدیل شود. آقای سمت مشاور در مؤسسه تحقیقاتی گروه جهانی میگوید هرچند خبر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان میتواند دلیل برای خوشبینی محتاطانه در منطقه باشد، اما آنها کشورهای منطقه یک خروج ناگهانی را نمیپسندند. او میافزاید تمام جناح‌ها میدانند که یک خروج عجولانه میتواند جنگ داخلی تازه را شعله‌ور کند که منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. کشورهای منطقه نمی‌خواهند غافلگیر شوند و سیگنال‌های نامشخص از جانب واشنگتن سبب ایجاد اضطرابشان شده است. پاکستان که در حال نصب حصار سرحدی در امتداد 1400 کیلومتر مرزش با افغانستان است، برای موج تازه مهاجرین افغان آمادگی می‌گیرد. این کشور از قبل با مناطق مرزی افغانستان 50,000 نیروی شبه نظامی مستقر کرده است.
یک مقام پاکستانی به شرط نشر نشدن نامش برای ترگفته است که در صورت شروع موج جدید از مهاجران افغانها کمپ ها در نزدیک مرز ایجاد می شود که موج تازه مهاجران افغان و مهاجرین غیر قانونی تنظیم شود. به افغان ها اجازه دادن نخواهد شد که به صورت غیر قانونی در پاکستان خانه بسازند. افغانستان با کشورهای پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین مرز مشترک دارد و در حال حاضر دومین کشور با بلندترین رقم مهاجرین در جهان می باشد. بر اساس تخمین های سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 1.4 میلیون افغان در پاکستان و 1.2 میلیون دیگر در ایران زندگی می کند. یک مقام ایرانی گفته است ما با مقام های افغان از نزدیک کار می کنیم تا جلوی ورود افغان به کشور خود را بگیریم. ما نمی خواهیم برای جلوگیری هانا از خشونت کار بگیریم، اما خروج ناگهانی امریکا و بحران می انجامد. طالبان تلاش دارند افغانها را متقاعد کنند که از خروج نیروهای امریکایی حراس نداشته باشند، اما شمار زیاد به گفته های این گروه ها اعتماد نمی کنند. سید رفیع سادات از ولایت هرات می گوید که طالبان در صورت بازگشت به قدرت قوانین سخت شرعی را وضع و دموکراسی را ویران خواهند کرد. او می افزاید اگر نیروهای امریکایی بیرون شوند، امید برای آینده وجود نخواهد داشت و ما مجبور به ترک کشور خواهیم شد. تشکر از شما خانم علی عزیز. همونطور که در آغاز گفتیم، ما هدف از نشر ازیه نیست که برای هموطنان ما گویا ما یک تشویش ایجاد کنیم، ولی واقعیت همی است که مردم افغانستان با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و با آمدن طالب ها و جنگی که ادامه میافته در افغانستان به تشویش هستند و ممکن یک تعداد افغانستان بدبختانه ترک بکنند. به می خاطر این خبر به اختیار ما رسید و ما خواستیم بگوییم که این تشویش ها وجود داره، ولی امیدوار هستیم که برعکس شوه، افغان های ما در داخل افغانستان باقی بمانند و هیچ نوع جنگی صورت نگیره و افغانستان به طرف صلح و آرامش بره و صلح در کشور ما تامین شوه. خنده بر لبان مادران مردم تشکر. ما دوباره بسیار زیاد تشکر شما. بینندگان عزیز دریچه بهار، در بخش دیگه از سیمای مهاجر ما اخیراً با یک قانون برخوردیم که قانون پذیرش مهاجرین در آلمان هست که در اخیر سال گذشته از جانب حکومت آلمان یا از جانب مجلس وزرای آلمان به تصویب رسید و به پارلمان آلمان فرستاده شده. البته آلمان ها در نتیجه تفاهمی که داشتن احزاب حاکم در آلمان به رهبری خانم مرکل تونستن به یک نتیجه مطلوب برسن و این قانون را تصویب بکنن. من فکر میکنم بسیار بجا خود بود خانم ولی عزیز که ما گوشه از این قانون برای بینندگان عزیز دریچه بهار ارائه کنیم که هم به نفع اونهایی هستند که میخواین برای مهاجرت کنن به آلمان و هم به نفع اونهایی هستند که در آلمان اقامت دارن و میخواین که از با استفاده از این قانون بتونن اقامت در آلمان داشته باشن. بفرمایید شما. آلمان به نیروی کار حرفه‌ای نیاز دارد. سرانجام پس از مدت‌ها مذاکره دولت قانون جدید مهاجرت را تصویب کرد. پیشنهاد این قانون جدید را حزب سوسیال دموکرات در دولت مطرح کرد و توانست دو حزب دیگر حاضر در ائتلاف دولتی را با خود داشته باشد. بر اساس این قانون جدید، مهاجرت قانونی حتی در حوزه‌هایی که آلمان در آن با کمبود نیروی کار مواجه نیست، هم باید گسترش بیابد. این قانون جدید مربوط به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا می شود و قرار است از سال 2020 اجرا شود. قانون جدید مهاجرت قرار ذیل است. راهکارهای برای چالش جدی کمبود نیروی کار در آلمان باشد. بر اساس این قانون اشتغال در آلمان آسان‌تر می شود، به ویژه در حرفه‌ای مانند پرستاری، نگهداری از سالمندان، پزشکی و فناوری، اطلاعاتی که نیروی کار کافی در آلمان وجود ندارد. متقاضیان کار در آلمان اجازه می‌یابند بیش از این که کار در آلمان بیابند برای جستجوی کار به این کشور سفر کنند. قرار است برای چنین افراد ویزای 6 ماهه صادر شود تا بتواند در آلمان شغل برای خود جستجو کند. به شرط آن تسلط به زبان آلمانی و تقبل شخصی هزینه های اقامت در آلمان است.
بله، در این طرح آمده که آقای هایل وزیر کار آلمان از حزب سوسیال دموکراسی درباره این قانون گفتند. آلمان سرانجام پس از 20 سال بحث موفق شد قانون مدرن مهاجرت خود را به دست آورد. همچنان وزیر اقتصاد آلمان گفت که ما در آلمان بیش از 1.2 میلیون ظرفیت شغلی خالی اختیار داریم. این قانون جدید حتی اجازه سفر و اقامت در آلمان برای دوره‌های آموزشی بلند مدت را فراهم می‌کند. متقاضیان باید در ابتدا کلاس‌های زبان آلمانی را در آلمان یا اوسبیلدونگ داشته باشند. بر اساس پیشنهاد وزارت داخله آلمان، قوانین مربوط به خارجی‌هایی که شهروند اتحادیه اروپا نیستند برای اشتغال در آلمان آسان‌تر می‌شود. به ویژه در عرفه‌های مانند پرستاری، نگهداری از سالمندان، پزشکی و فناوری اطلاعات که نیروی کار کافی در آلمان، همونطور که همکارم گفت، وجود ندارد. پناهجویان دیگر در حین دوره‌های آموزشی اخراج نمی‌شوند. آقای توماس حقوقدان و استاد دانشگاه اسنابروک اهداف این قانون را این گونه توضیح می‌دهد: نه تنها امکان سفر و نقل مکان با آلمان برای اشتغال و یافتن شغل، بلکه دریافت تابعیت آلمانی نیز آسان تر می شود. او می افزاید: من فکر می کنیم این بخش قانون بسیار مهم است که بینندگان ما و اونهایی که مهاجر هستند در اروپا و فعلا اقامت دارند به توجه کنند. که اینجا اضافه می کنم، میگه مهم است که پتانسیل پناهندگان در آلمان به عنوان نیروی کار نیز استفاده شود. البته آن دسته ای که با ادغام در جامعه کار و یادگیری زبان علاقه مندند. من فکر میکنم خانواری هدفشان هست که اونایی که مهاجر هستند در آلمان اقامت دارند، در صورت که اینا در جامعه میخواین خود شریک بسازند و شریک شوند، انتگریت شوند، همچون زبان بیاموزند و علاقه مند به کار باشند، اینا هم میتونن استفاده شوند. که یک پیام، یک خبر خوش برای مهاجرین ما هستند که اونا اگر میتونن در این قالب خود عیار بکنن با استفاده از این قانون جدید که امیدوار هستم پارلمان آلمان هم او را به تصویب برسانه، بتونن استفاده وسیع بکنن به خاطر اقامتشان در آلمان. من فکر میکنم که قانون بسیار قانون خوب است. جوانایی که داخل افغانستان هم بیشتر علاقمند هستند که جرمنی بیاین و کار بکنن، و اگر اونا هم آمادگی های لازمه در داخل افغانستان بگیرن، فرزن زبان بفهمن، حرفه بفهمن یا آموزش بیابن در اوجه، این هم یکی از امکانات است که جوانان که علاقه مند هستن اونا هم میتونن که ویزی اقامت عریضه کنن و به دست بیارن. بله، همونطور که در قانون شما متوجه شدین، در اونجا گفته شده که اونایی که میخواین درخواست بدن به خاطر کار در آلمان مطابق قانون، اونا باید یک دوره آسبیلنگ باید سپری کنن، یک دوره آموزش سپری کنن، همچنان مصارف همین دوره آموزش خودشان باید متقبل شوند. یعنی به این ترتیب اونا آماده کار برای آلمان باشند، آلمان برشان شرایط ویزه را برشان مساعد میکنه و شرایط ازیره که اونا بتونن از این قانون استفاده کنند. امیدوار هستیم که همونطور گفتیم این قانون بیشتر معلومات در این مورد داشته باشیم و حتما در یک از برنامه های دیگر از دریچه بهار بحث خواهد کردیم و بینندگان عزیز دریچه بهار در جریان قرار خواهد دادیم. بینندگان عزیز دریچه بهار، در بخش دیگه از سیمای مهاجر ما اخیرا خبری را دریافت کردیم که در کشور دنمارک سیاستمدارای این کشور تصمیم گرفتند که یک تعداد در حدود 1000 پناهنده که به شمول پناهندگان از افغانستان هستند، اونهایی که باید دیپورت شوند، اینا را به یک جزیره انتقال میدن که از لحاظ معیشتی و از لحاظ زندگی مناسب نیست. و همچنان ما پیام اعتراضی را از شورای مهاجران دنمارک به دست آوردیم در این مورد. و همچنان در مورد از یک تعداد افغانهای ما از کشورهای اروپایی و من جمله از آلمان دیپورت میشن به افغانستان، که همیشه ایره ما محکوم کردیم و همیشه صدای خود دادخواهی خود بلند کردیم. حالا هم خواهش میکنم از همکارم که در عین زمان مسئولیت رهبری شورای مهاجرین در شهر بریمن آلمان دارن، اینا هم یک اعتراضی خود در مورد امی فرستادن بیش از 1000 پناهجو از دنمارک به یک جزیره نامعلوم، یک جزیره که من پیشتر عرض کردم که از لحاظ معیشتی و زندگی جای مناسب نیست، این اونجا اعتراضی دارند. خواهش میکنم خانواری از بفرمایید اعتراضی در چه قرار است و چه وضعیت در اونجا قرار دارد.
اعتراضیه شورای مهاجران ایالت بریمن جرمنی علیه طرح انتقال پناهجویان به جزیره لندهولم. دولت دنمارک تصمیم دارد تا 1000 مهاجر دیپورتی را که پناهندگیشان رد شده است در جزیره لندهولم که قبلا از این محل برای بودوباش حیوانات استفاده می شد انتقال دهد. شورای مهاجران بریمن اعتراض شدید خیش را جهت این حمل غیر انسانی علیه پناهجویان بی‌دفاع که مخالف قوانین ملل متحد و حقوق بشر است تقبیه می نماید و اعلام می دارد و علیه هر گونه تخلفات از قوانین حقوق بشر با پناهجویان را جرم می داند. ما از نهادهای مدنی و مدافعین حقوق مهاجران اروپا شوراها مهاجران تقاضا می داریم با وحدت و همبستگی و اعتراضاتشان جلوی چنین برخوردهای غیر انسانی را با مهاجران مانع شوند تا مهاجران سرگردان بیوطن که با مشکلات زیاد بنابر ناامنی و جنگ مجبور به ترک وطن شدند و به کشورهای اروپایی پناه آوردهند و مقیم هستند همزیستی و احساس حمایت از این کشورها زندگیشان را ادامه دهد. زرغونه ولی مسئول شورای مهاجرین ایالت بریمن. تشکر از پیامتون خانم ولی عزیز. ما هم دریچه بهار بله میخواستم با همین شریک است با همین بله. پیام شما و هی رحمت میکنم. ما گردندگان و مسئولین دریچه بهار چنین قوانینی که خارجی‌ها یا پناهجویانی که با بسیار مشکلات در کشورهای اروپایی میآیند و پناهنده میشن از چنین برخوردهای دولت‌های اروپایی واقعا ناراضی هستیم و تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که تمام نهادهایی که در اروپا هست دست به دست هم داده جلوی چنین وضعیت را بگیرند و مهاجرین ما آرام و راحت زندگی خود را به سر ببرند. تشکر از شما. همه نتیجه‌گیری خانم ولی نتیجه‌گیری دریچه بهار است و امیدوار هستم که در مجموع نهادها، سازمانها، اتحادیه‌ها و شوراهای مهاجرینی که وجود دارد در اروپا حمایت بکنند و نگذارند که مهاجرین در جاهایی که اونجا از لحاظ معیشتی و از لحاظ زیست کردن جای مناسب نیست اونجا انتقال بیافتند. بینندگان عزیز در این بخش برنامه ما پیام داریم از ذبیح الله همانی مسئول نهاد خیریه دانش. اونا این قسم پیام کردن بر ما که هموطنای عزیزی که مقیم خارج هستند اگر در این خیریه همراهی بکنن، همکاری بکنن این خیریه را تا بتانن در این فصل سرمای زمستان کسایی که در ولایت فاریاب هستن و عضویت از این نهادشان ندارن و مردمایی که غریب هستن و بی‌وضاحت اونا را از طریق حمایت ما مستر خدمت شوند و بر از اونا کمک بکنن. تشکر از شما. بدون شک ما هم در حمایت از اونا قرار داریم. امیدوار هستیم که بینندگان دریچه بهار کمک بکنند. به این ترتیب بینندگان عزیز ما به پایان برنامه سیمای مهاجر میرسیم. تشکر از توجه شما و همونطور که در آغاز گفتیم آهنگ داریم از یکی از هنرمندان آقای کریمی، یکی از هنرمندان ایرانی که خطاب به مهاجرین خواندن. این را پیشکش شما عزیزان میکنیم تا برنامه بعدی دریچه بهار بخش سیمای مهاجر که بازم در خدمت شما میباشیم. شب و روز شما را خوش میخوایم. منتظر نظریات هر زنده شما هستیم. داری میری دنبال چی عشق من؟ تو که عاشقی حرف رفتن نزن، پا تو فر ندار از روی چشم من. آهای عشق نزدیکتر از پیرهن، تو که بهترین اشتباه منی، چقدر ساده از عشق دل میکنی. داری کوچه ها رو قدم میزنی، همش توی فکر بد رفتنی. بی تو چه غمگین، بی تو چه تنها، بی تو نمیشه، بی تو نمیخوام، بی تو فقط با
هم هم نشینم بی تو غریبم تو سرزمینم بی تو چه غمگین بی تو چه تنها بی تو نمیشه بی تو نمیخوام بی تو فقط با هم هم نشینم بی تو غریبم تو سرزمینم از این کوچه اجباری بد شگون بیا دست بردار و پیشم بمون ندارم کسی جز تو ای مهربون دوباره غزلهای رفتن نخون چطور با غم رفتن سر کنم بازم میشه که عشق رو باور کنم منو با یه دنیا آتش جا نزار با این بغض وامونده تنها نزار بی تو چه غمگین بی تو چه تنها بی تو نمیشه بی تو نمیخوام بی تو فقط با غم هم نشینم بی تو غریبم تو سرزمینم بی تو چه غمگین بی تو چه تنها بی تو نمیشه بی تو نمیخوام بی تو فقط با غم هم نشینم بی تو غریبم تو سرزمینم هموطنان عزیز شبکه اروپایی تلویزیون دریچه بهار با پذیرفتن اعلانات تجارتی خصوصی خرید و فروش و غیره با قیمت‌های مناسب در خدمت هموطنان داخل و خارج از کشور قرار دارد هموطنان مطلع باشد شماره های تماس 0049-176-620-49-104 0049-178-63-59-409 پامیر نام شناخته شده در سراسر جهان هموطنان عزیز شرکت پامیر با سابقه بیشتر از 32 سال در شهر هورپورگ جرمنی با وارد از کشورهای پاکستان، هندوستان، افغانستان و ایران عرض کننده بهترین مواد و رقاهای آسیایی است. به خصوص برنج بسمتی که بنام برنج پامیر شهرت جهانی دارد. شرکت پامیر وارد کننده و جاجات خوش چای سیاه و سبز و با کیفیت بلند انواع محصولات قنادی مثل قلباب شیرههای جنجیری انواع سوخان و غیره در شرکت پامیر محصولات دهها شرکتهای معتبر دیگر از جمله سبد کالایی آنها میباشد هموطنان گرامی می توانند تمام مواد و مراد نیازشان را با کیفیت عالی و قیمت مناسب با مارک پامیر از مغازه‌های افغانی ایرانی و ترکی در سراسر آلمان و اروپا به دست بیاورند رضایت و ایمان شما مصرف کنندگان عزیز از شرکت پامیر آرزوی ماست فلیزن مارکت شناخته شده سنگ کاشی با مساحت 800 کوادرات متر در شهر هامبورگ جرمنی سنگ کاشی فروشی فلیزن مارکت با پیشکش 1000 نو سنگ کاشی با کیفیت بلند بیشتر از 80% تولیدات ساخت جرمنی با لوازم کاشیکاری در تزیین سالون، آشپزخانه، تشناب، صحن حولی زیبایتان با تخفیف 40% و کارمندان مجرب در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. آدرس گروس منشتخاصه 138 پست لیسل 2539 هامبورگ و یا به تلفون 00490-788-775-41 تماس حاصل نموده کاشی های مورد نیازتان را به طور همده و پرچون به قیمت مناسب به دست آورید.
زندگی زیباست، چشم باز کن، گردش در کوچه باغ راستگو. دوستای عزیز، هموطنهای نهایت عزیز و مهربان، انشالله که خوب و خوش و سرمند باشین. دوستای عزیز، از استدیو برنامه تلویزیون جهانی دریچه بهار در اختیار شما هستیم با یک برنامه خوب در برنامه لحظه با هنرمند. در کنار خود بکتر جان سعید، هنرمند موفق ما را داریم. میخواییم از این عزیز نازنین بشنویم که چینا و با موسیقی می نوازه و بکتاج سعید کی است. بکتاج جان عزیز، بسیار خوش آمدید در استودیوی دریچه بهار. قربانت لمرجان قنیق جان، تشکر. من منوبه خود از تلویزیون جهانی دریچه بهار یک جان تشکری می کنم و می که امکاناتش برای ما میسر کردن. یک جان تشکری می کنم از آقای صمد کارمند و از زرغونه جان ولی که امکانات به ما دادن که من امروز اینجا آمدم و قدر شما نازنینا هستم. خدا کنه لحظاتی که با ما هستین بس لحظاتان، یعنی لحظات خوش باشه. درست. دوستای عزیز، من هم جا داره بنوبه خود از محترم صمد کارمند و بانو سرمونه جان ولی تشکری کنه که با برنامه های متفاوت در خدمت شما هست و مستر خدمت میشه. خب بکتر جان عزیز، میخواییم بسیار یک خودمانی، یک مصاحبه داشته باشیم، هموطنهای ما ببینه، با خودت کار کرده اید بیشتر آشنا شوه. میخواییم در قدم اول بشنویم که بکتر سعید کیست؟ بکتر سعید کیست؟ ما بسلا از کابل هستم. خیلی باشیم خسای خود معرفی کنم. از کابل هستم، بسلا از در چند اول تولد شدیم، اما کلان شدنم در مکریان بوده. بسرا مکتب رفتم، لیسی امانی رفتم تا تقریبا صرف 8 لیسی امانی اونجا درس خوندم. باز مجبور شدیم، بدبختانه که مسئله جنگ ها شروع شد و ما مجبور شدیم که برایم. باز طرف آلمان آمدم دیگه. تقریبا چند سال میشه که آلمان هستم جان. خب امیر، برای بیننده ما اگه روشنی پرتی که چند وقت میشه که در جرمنی زندگی میکنی؟ این حال که اگه بگیم چند وقت میشه، باز تا سن فشت صبح میکنن و باز اگه بگیم از دزده سال اینه ترقه کرده این باز میفکر من آتا میفکر سال گریم باز که هست هست یک چند سال میشه تقریبا، یک فکر کنم یک 20 سال میشه. بکتاش عزیز، این حال نصف نفر میگه ولی درو گفت، خیر تقریبا فکر کنیم. بکتاش عزیز، میخوایم امی قسمه که رایج هست، بسیار هنرمند ها میگه من از طفولیت به هنر موسیقی روی داشته. ما میخوایم بسیار یک دفعه متفاوت باشه با هنرمند ما. میخوایم بشنویم که از چند وقت به این طرف خودت موسیقی را شروع کردی و سبک کار چی هست؟ چی نوع موسیقی ها را مینوازی و در پالی موسیقی به چی کارهای دیگه میپردازی؟ قربانت لمر عزیز، من که هستم تا که یادمه من همیش موسیقی را دوست داشتم، همیش با موسیقی سرکار داشتم، یعنی سرکار میمانم تا که همیش خوش داشتم که بشم. طبعا وقتهای که من خورد بودم احمد ظاهر کسی بود که گیر فکر نکنم کسی، هر کس فکر میکنم از احمد ظاهر شروع کردم، ما بسلامی نسل ما. و من راستی همیش موسیقی رو دوست داشتم و از ما که بود پدرم بابیم بسلا خودش بسیار خوش داشت که پسرهایش که ما بودم و برادر خوردم بود که میگفتن میدیدن که ما چقدر شوق موسیقی رو داریم. باز بیچاره همی کمک همی خدمت برای ما کرد که من بسیار ازشان تشکریان میکنم. برای من استاد گرفتن، سنم بسیار خورد، تقریبا 7 ساله بودم که من استاد داشتم. خب طبعا وقتی که توی سه نفت ساله باشی که شوق موسیقی زیاد نیست که تو باید از دو شرایطی که ما بودیم که همیش موسیقی رو ما پیش ببارم. من باز بدبختی شد که استاد داشتم، باز یک وقت استاد نداشتم دیگه، باز موسیقی از پیشم رفت، تنها گوش میکنم. باز تا که پس بخواید آلمان که آمدم، اما بود که باز دوستایی که ما داشتم، من بسیار خوشبخت هستم که دوستایی که دبلین داشتم کسایی بودن که کلشان اهل موسیقی بودن و کلشان موسیقی رو دوست داشتن. باز من که از با پس که گرد شدم، اونم بود که پس موسیقی روی آوردم و استاد برای خود گرفتم و باز خواستم که ها دیگه از اونجا شروع کنم. درست. دوستای عزیز، ما امتا که میگن که موسیقی غذای روح هست، امروز با بکتر جان سعید مصاحبه که داریم، در لابلای سوالات خود ما میخواییم که از بکتر جان عزیز هم یک زمزمه بشنیم به طور لایف. خب میپرزندیم به سوالا ما رسمی نیست، میخوایم بسیار یک گفتمان بسیار خودمانی داشته باشیم که بکتاشان هم خودش در استدیو دریچه بهار راحت احساس کنه. بکتاش عزیز، میشه اگه بگی سبک کار چطور هست؟ به چی نوع موسیقی مینوازی و تا بالا لایف کنسرت دادی؟ چقدر آهنگ داری و برنامه‌ای که روی دست داری؟
قربان جانم یک جون تشکر چورانی. ما والا سبک موسیقی چی براتون بگم؟ سبک موسیقی پیش استادم بسیار راک خواندیم، راگار خواندیم، بسیار کلاسیکال، اما خودم خوشدارم بسیار می مکتب فکر میکنم که نسب کسو نسل ما که از مکتب هم از ظاهر پیش میبرن و امو یک مکتب است که بسیار کلگی خودمان بسیار خوش میه و کل مردم ما را خوش مردم ما می سبک خوش دارن و تا حالا ما بسیار یک خواندن پروفشنل در تلویزیون کشیده ایم و خواندنهای دیگه هم اینه بخیر تقریبا 80% خلاص شده که باز اگر خدا خواست بخیر در آینده زود بخیر در تلویزیون ها باز اونو بخیر باز میبینین و مشنوین. خدا کنه باز خوشتن. بکتر عزیز، در انتخاب اشعارت از کدام اشعار یعنی کدام اشعار میسرایی و آتو کدام هنرمند است که برات الگو باشه که بخوای سبک امره؟ خب از لابلای صحبتت معلوم شد که سبک مرحوم زنده یاد احمد ظاهر پیش میبری. میخواییم که بشنویم خودت از کدام اشعار استفاده میکنی؟ لمر قن ما ولی کل شاعرها رو دوست دارم، اما باور کنین یک چند وقت میشه که ما امی اشعار و شعرهای خانم صالحه جان صالحه واصل واهب که ما باور کنین آ قربانتان از وقتی که ما شعراشه بسلا خواندیم کتاباشه یعنی به مشوق گفتی آلمانا بشتل کردیم و فرمایش دادیم و آمده خانیم و از وقتی که من کتاباشون رو میخونم باور کنین هر شعرش که من میخونم یک دنیای دیگه است و باور کنین که تو شعرهای مقبول است که کمی شعرشون رو میخونین در کم مثلا خود شعر میگه که اینی کمپوز ما است. واقعا دوستای عزیز خانم استاد صالحه جان با واصل یکی از قنایم فرهنگی کشور ما است، یک کدام شک و شبه نیست. دکتر عزیز، مشوقت اصلی کی بود و هنر آیا یک کار رشته اصلیت است یا در بخش دیگه هم خودت کار میکنی؟ قربانت نه، بسلا از من دیگه دنیا احساس رنگ دوست دارم، موزیکش دوست دارم دارست. از احمد ظاهر خدا بیامارس و خودم بسلا موسیقی یک وقت بر من یک شوق بود. حالا کوشش میکنم بخاطر که موسیقی که من میکردم باور کنن که امی اعصاب ما را میشد، کار زیاد که میکنم باز میامدم خانه که میامدم تمرین میکنم بخیم روی ما را میشد، اما در اصل من عسکر هستم و اصلا در آرمی جرمنی کار میکنم. درست و دیگه چی دست خواهی خودت از فکر میکنم از کلاه نصف نفر میفهمن بکتر جزیز پای خودت یک در بخش نظامی هم هستی و در پالویش یک هنرمند هم هستی. بله درست. خب بیاین از این صحبت ها مگذاریم، میخواییم یک ذره فضا را بشکنانیم برای هموطنهای ما که یک آهنگ هم از خودت بشنویم لایف. قربان جان دوستای عزیز بکتاش جان سعید هم میخواییم که یک لایف برای شما بنواز، گوشای شما را نوازش بده. لیکن از سازه بهار سپه من زیار و نگار خود دورم، فارغ از عشق و رزو می، فارغ از عشق و رزو می، فارغ از شوق و شوق دیو شورم، دسته های پرندگان زپه، دسته های پرندگان زپه در دل آسمان بپا واز است، نغمه خوانند نسیم صبح بهار، شاد سر مست گرم یازم، نغمه خوانند نسیم صبح بهار، شاد و سرمست تگر می آوازم، دسته های
واقعا صدایت به دلچنگ میزند. بکتر جان عزیز تشکر. تشکر که ای آهنگت لایف برای طرفدارایت، علاقمندایت و برای علاقمندای تلویزیون دریچه بهار پیشکش کردی. دوستای عزیز، خواستیم که از هنرمند عزیز ما به طور لایف زنده بشنویم. بسیار هنرمند همین تبله و ارمنیه هست، خب ساوند سیستم هست، اما بکتر جان عزیز واقعا صدایش به دل چنگ میزنه. بکتر عزیز، اگه بعد از این آهنگ اگه از خود سوال کنیم، اولین آهنگت کدام آهنگ بود که خودت خواندی؟ ولی اولین آهنگم خواندن فکر میکنم که بسیار دوستای ما میفهمن، اولین آهنگ ما خواندن قایقران بود که یک علت داشت که من خواندن قایقران کردم. من میفهمم که خواندن قایقران بعد از اینکه من خواندم، بسیار کسا گفتن که از بسیار ایران خوانده، بسیار کسا گفتن که افغانستان، بسیار استاد محترم خدا بیامرزش نینواز فکر میکنم که او کرده، من همه فایدم، اما من یک علت داشتم که کردم این خوانده نه بسیار خواندم. علتشی بود که من خدا بیامرز بچه خاله داشتم، خدا بیامرزش دلی سجاد سجادی، که او آهنگ بسیار دوست داشت، همه زمزمه میکرد باز در ظرف 3 روز لمر قنص پیش ما رفت. خدا من خواهد شما کنم الهی مینا، خدا من بیامرزشان قربان شما با یاد اونا امی آهنگ سر دیگه. باز وقتی که فوت کردن، باز با مو از این که گفتم کمی خواندن بسیار دوست داشت، باز گفتم با مو یاد خدا بیامرز، گفتم امی آهنگ درست اول من میگم امی آهنگ بس میگم. خب خداوند تمام رفتگان ما را بیامرزه. بکتر جان عزیز، اگه از خود سوال کنیم که چند آهنگ داری و بهترین آهنگت کدام است که خودت خوشت میاد؟ آهنگ زیاد دارم، یک آهنگش بس در مجموع زیاد دارم، در مجموع تقریبا اگه تو فکر کنم 17 آهنگ است که بس تقریبا 15 آهنگش از خودم است که خودم جور کردیم و چیز است شیرهاش کلش تقریبا 80 تا 90 فیصدش از خانم ساله جان است، واهب ساله واهب، و دیگه آهنگ ها دیگه منتظر باشن و خیلی به زودی کلش آساستا مبرکه. این تقریبا یک 3 خواندنش در تقریبا 70 80 فیصدش خلاص است که بخیر باز به زودی به خانه هایتان پیشکش هنرمندا میشه. خب بکتاش عزیز، ما یک دو سوال شخصی ما از خودت میکنیم، شاید علاقه مندایی تو بخوای بشنو. رنگ دلخواه بکتاش چیست؟ رنگ دلخواه سیاه و سفید و کمتون سرخم است. درست. هنرمنده که خودت علاقه من داری آهنگایش هم مشنوی؟ اصلا زیاد هستن، من بسیار کل هنرمنده ها همی هنرمنده های جوان مال بسلا همی از وقتی که من 5 ستاره بسلا می افغانستان می ستاره افغانه که میبینم نام خدای بچه ها چقدر تیار شدن و چقدر یعنی یک سیستم نو گرفتن و بسیار مقبول میخونن، کلشان دوست دارم و کلشان مشنوم و یعنی من علاقه به کلشان دارم که صدای کلشان مشنوم. خب سوال دیگه بکتاش عزیز، فکر میکنی راز موفقیت در چیز که قدر محبوب شدی؟ قربانت، ولی فکر میکنم که آدم یک چیزی که بسلا پشت دست داشته باشه و همیش بسلا یک راه خوب بگیره و تمرین زیاد داشته باشه، گفته اندستانی ها ریاض زیاد داشته باشه، فکر میکنم که انسان همیش موفق میباشه. درست. بکتاش عزیز، آیا شده که در بخش دنیای جوان ها است لحظه با هنرمند از تلویزیون دریچه بهار گهگاه هم تماشا میکنی که ما خودت در استودیو دعوت کردیم و همین دریچه بهار تقریبا دوستای عزیز فکر میکنه معرفی چهرهای بسیار متفاوت میشه در بخش اجتماعی سیاسی و هنرمندا، و امروز هم که بکتاش جان سعید در بخش لحظه با هنرمند با ما هست، میخواییم بشنویم که نظرت درباره دریچه جهانی تلویزیون بهار چی است که فکر میکنم تلویزیون دریچه بهار هم شهرت جهانی داره و جایگاه خوب در بین هموطنان ما باز کرده. طبعا. نظر خودت چیست؟ دریچه بهار، من این برنامه را بسیار دوست دارم، خود صمد جان بسیار دوست دارم، یعنی و زرغونه جان ولی که یکی از شاعر بهترین شاعرهای ماست، بسیار دوستشان دارم. حتی وقتی که خبر شدم که بسلا کاندید میخواستن خود دوانسان کاندید کنن، من یکی از سخت نفرایی بودم که پشتان استاد بودم. درست. و بسلا انتخابشان میکردم، اما فکر میکنم بدبختانه که اتنسان های نازنین در افغانستان بسیار چانسشان کم است و از این خاطر فکر میکنم که بیانی فکر میکنم که امو پلانی که داشتن در اونجا تا جایی که خبر شدم
نتانستن پیش برون و یک چیز واضحی است که در اونجا بدبختی دیگه بسیار مسائل دیگه است که اتنسان های نازنین پیشتن میرن. ولی خب با رسم و رسالت با نوخار عزیز ما خانم زرگونه ولی واقعا یک به نظر من قهرمان است که از این همت و بالای خودش که رفتن و خواستن صدای مردم بلند بسازن. خب بکتاش عزیز اگه از این صحبت ها بگذاریم کدام آرزوی داری؟ ولی آرزو یعنی فکر میکنم آرزوی که من بر شما میگم فکر میکنم کل افغانستان آرزو داره که یک وقت شب بخیر که دمی اعصاب آرام بدون ترس لرز وطن خود بریم و اونجا برای امی عشق علاقه که ما مثلا موزیک است که داریم به مردم نازنین خود نشان بدیم و به یک سال و دوستی و خوشی در اونجا کتشان یک جا زندگی کنیم. این می کلانترین آرزوی ماست انشاءالله. یه آرزوی دیرینه همه هم وطنه ما هست. بکتاش عزیز آیا در آینده کنسرت هم روی دست داری برای طرف دارید؟ جان ما قربانت ما سال پیش کنسرت هایم در امریکا بود در سانتیاگو و در لاس ویگاس و امسال بخوای کنسرت های دیگه در پلان است که اگه خدا بخواه کنسرت های در استرالیا دارم که یک تور استرالیا قربانه یک تور استرالیا است بخوای که سیدنی شروع میشه و طرف ملبون و خدا کنه کسایی که در استرالیا هستن اونه باز کلشان میمانم هستن طرف دارایید به حد زیاد است حتما علاقه مندایید عوادارایید هم در اوجه انتظار بی صبرانه داره که بکتاش سعید بیا برشان بخوانه لایف و واقعا دوستای عزیز نگفته نمونه که بکتاش جان عزیز صدایش یک جوهر بسیار مقبول داره که در دلا واقعا چنگ میزنه با هنرمندای زیاد شیشت برخواست کردیم اما یکی یک هنرمند لایف می نوازه اما جوهر رنگ آوازش به گوش آدمه و واقعا بکتاش عزیز با لایف موزیکش واقعا گوشای ما را نوازش داد. بکتاش عزیز اگه از خودت سوال کنیم که در زندگیت کدام خاطره شیرین یا تلخ داری؟ ولی شیرین دارم تلخم زیاد است. خب تلخ همی که کشور ما همی که کشور ما جنگ است یک خاطره تلخ است. اما خاطره خوش زیاد دارم ولی همی که امریکا رفتیم ما بسیار بسلا مردم ما را بسیار تشویق کردن بسیار خوش آمد یعنی کلانترین خاطره زندگی ماست یعنی من بسیار افتخار میکنم و بسیار خوشم هستم. دوستان عزیز نگفته نمونه وقتی که ما در استودیو هستیم با بکتاش جان مصاحبه میکنیم هم یک روح لطیف داره هنرمندانه و هم وقت با سیمای هنرمند میبینیم واقعا یک بادی سپورت مایند و همون که عسکر هستن و مستر خدمت شدن واقعا دو قالب هستن. بکتاش عزیز برای طرفدارای چی پیام داری؟ عشق به هنرتان داشته باشین، به زندگیتان داشته باشین، به فامیلتان داشته باشین، به وطنتان داشته باشین. همین آرزوی ماست برای شما. خوش زندگی کنین، آرام زندگی کنین و پرکیف. بکتاش عزیز در این دغدغه‌های روزگار، در این آشوب و ناملایمات روزگار، موسیقی امروز افغانی را جایگاهش کجا میبینی؟ ولی من راستی جایگاهش بسیار بالا میبینم. از وقتی که شکر است که دمی افغانستان تلویزیون های ما شکر آل بسیار مدرن شدن در وقت های ما که خود بودیم میگه پانه بود اما آل شکر بچه های بسیار نام خدا خانم های دختر های بسیار نام خدا لایق یعنی استعدادشان در کجاست نام خدا بسیار بالا و ما باور کنین که بسیار یک آینده درخشان برشان میبینم و اما تو پیش برن درست. بکتاش عزیز سوالات کردیم شما پاسخ های بسیار خوب دادین زمزمام کردین بر خودتان یک سورپرایز دارم میخواییم ببینیم که بکتاش عزیز یک دقیقه یا دو دقیقه وقت هموطنها رو میگیریم و شما را یک بازی سه سوال جواب است من از شما سوال میکنم شما اجازه دارین که بله نخیر نگین دیگه با هر جمله دیگه میتونین بگین بله نخیر استفاده نکنین مشکل شد خب بکتاش عزیز به افغانستان سفر کردی؟ بله شما در اول چانس تانه باخته خب یک دفعه دیگه میخواییم بفندازیم بکتاش عزیز رنگ دلخواهیت سیاست آیا سیاه را دوست داری؟ اجازه نداره سرتان را تکان بتین بلی نداره میگن کدام وقت به کشور دوست هندوستان سفر کردی؟
اون هم میگن میگن نیست با یک بله نخیده شاید میتونه بگین یادگاه شاید شاید اینه بر تا نقل دادم و آخر ما هم شاید خوشبختیست که آخر ما هم طرف هندوستان شاید خب بکتاش عزیز خودت که یک هنرمند بسیار دوست داشتنی هستی در پالیش بسیار یک اخلاق نیکو داری بسیار یک انسان بیالعش هست و ما خواستیم یک مصاحبه خودمانی داشته باشیم امروز قدم رنج کردی آمدی در تلویزیون جهانی دریچه بهار بسیار لطف کردی قربانت یک در برنامه لحظه با هنرمند که شما هنرمندا صاحبی برنامه هستین بسیار تشکری میکنم از خودت و قلبا از شما هموطنان که تا آله ما را حوصله مندی کردین و مصاحبه خودمانی بود با بکتاش جان سعید از استودیو تلویزیون جهانی دریچه بهار که امی زمینه‌سازی و فراهمسازیش محترم آقای صمد کارمند و محترمه خواهر عزیز ما بانو ولی همیشه مستر خدمت شدن از طریق برنامه های متفاوتشان و برنامه لحظه با هنرمندارم هم اینا معرفی هنرمندا هست و قلبا از هر دو عزیز نازنین تشکری میکنم و اگه خودت در قدم آخر پیام داری بر علاقه مندایت و بر تلویزیون دریچه بهار آزادانه میتونی بیان کنی از طرف ما دوستای عزیز هر جای که هستین خوب و خوش و صحتمند باشین و امیدوار هستم که همیشه ایام به کام شما باشه الله نگهدار شما قربانت لمر عزیز ما آرزوی ما است که مردم ما اما تو آرام به آرزوی خود برستن صحت داشته باشن انشاءالله. یک روز به وطن خود به آرامی سفر کنن و ما تشکری دوم خود از آقای صمد کارمند میکنم از شاعره نازنین خود زرغونه جان ولی میکنم که مرا این امکانات به ما دادن امروز که من اینجا بیایم که شما نازنین ها یک دقیقه صحبت کنم و خدا کنه او زمزمایی که ما برتان کردیم به گوش هایتون راحت رفته باشه و یک آرامش داده باشه من یعنی من از کوشش زیاد خدا کردم دیگه قربانتان هم یک جان تشکر که شما مرا تا حال طاقت کردین شنیدین یک جان تشکر دوستای عزیز پیش از اینکه ما از شما خدافظی کنیم از بکتاش جان سعید هنرمند موفق ما یک آهنگ به طور زنده لایف مستقیم میشنویم ای شما و ای آهنگ بکتاش جان سعید الله نگهدار شما قربان لب جامد چشمت ساغر می دمان تا نوشمش امشب پیا پی بگیر تنگ میان بازوانه کشم درد غم هجر تو تا کی ساقی بده ساغر ز خون تا برچینم ملال دل ساقی بده ساغر زخون تا که برچینم ملال دل ترسم که من امشب دهم از دست زبی تو بی سمال دل بچه که پیران خوابیده مرمر دلم خواه سر مرمر نمسر نگاه نیمه چشمات بنازم که تمکین نزاک داره در بر با
بچه که پیرن خوابیده مرمر دلم خواه سر مرمر نم سر نگاه نیمه چشمات بنازم که تمکین نزاکت داره در بر بیاد بیا با من برقص امشب که امشب غرق احساسم دلم لرزان تنم سوزان که سردم چون گل آسم لبت جامد چشمت ساغر می بمان تا نوشم شمشب پیا پی بگیر تنگم میان بازوانه کشم درد غم اجرت دا گی ساقی بده ساغر خونه تا که برچینم ملال دل ترسم که من امشب دهم از دست زبی تاوی سمال دل زبی تاوی سمال دل زبی تاوی Come on.